سلام همگی، چطورید؟ مانگای شبدر سیاه دوباره برگشته و آستا آخر بدن اصلی لوسیوس رو پیدا کرده تا با کشتنش جهان رو نجات بده و پادشاه جادو بشه. ولی فقط آستا نیست که قدرتش رو نشون میده و ورملیان کار فوق‌العاده‌ای انجام میده و از مانا فراتر میره و تکامل پیدا میکنه. چپتر 370 و 371 با کاوری از بلک بول شروع میشه که تاباتا سنسه همه رو تو لباس کازینو نشون داده، مثل اینکه مگنا مثل همیشه شرط بندی رو باخته و لباساشو از دست داده. چندین تا فرشته محافظ رو میبینیم که توسط آستا تیکه تیکه شدن. آستا لوسیوس رو مسخره میکنه و بهش میگه که همش همین بود. لوسیوس تو جوابش فقط لبخند میزنه که اینجا آستا و یونو ناگهان متوجه زمین لرزه ای میشن که تمام پادشاهی رو میلرزونه. زمین لرزه تمام ساختمون ها رو خراب میکنه و وضعیت بد و بدتر میکنه. شاه آگوستوس رو تخت پادشاهیش از ترس لرزیدن قصرش خودشو خیس میکنه. بچه های یتیم خونه با دیدن این فاجعه شروع به گریه کردن میکنن. کلاوس با عرابش هر چقدر که میتونه مردم رو نجات میده و کسایی که قدرت مشابهی باش دارن هم همین کارو میکنن. یونو به شدت شوکه شده و میخواد بدونه که چی شده. آستا به برادرش میگه که یک نفر از سرزمین آفتاب که ریو هستش دلیل این فاجعه رو براش توضیح داده. لوسیوس با استفاده از جادوی ترکیبی از آسمون ریشه های درخت خدایی رو به منطقه جادویی نور نورلند یونو وصل کرده و اینطوری میخواد به هدفش که کشتن تمام آدم ها و ساختن آدم های جاودانه است برسه و پادشاه همیشگیشون بشه. این درخت همون درختیه که لوسیوس با ترکیب جادویی برادرها و خواهرش ساخته. مردم عادی نمیتونن چیزی که میبینن رو باور کنن چون فکر میکنن که آخر زمان شده. ریل با نگاه به کلون لوسیوس و چیزی که خودش کشیده میخنده و قبول میکنه که نقاشیش خیلی خوب در اومده ولی وضع خرابه. کاپیتان سابق گلدن داون ویلیام به همه میگه که هر طوری که شده باید از کشورشون محافظت کنن. پاتر خای کاپیتان یامی شارلوت وضعیت خوبی نداره و به شدت زخمی شده ولی نمیخواد بمیره و میخواد به جنگیدن ادامه بده. بقول آستا هیچ وقت تسلیم نمیشه. آستا به یونو میگه که باید بدن اصلی لوسیوس رو پیدا کنن تا جلوشو بگیرن. آستا یاد حرفای ریو در مورد این که لوسیوس خطراتی که در آینده در انتظارشن و میبینه میفته. تنها دو نفر در تمام جهان پتانسیل شکست دادن این لوسیوس رو دارن که این دو آستا و یونو هستن. این دو برادر با کمک همدیگه میتونن طوری با لوسیوس بجنگن که حتی تو آینده نگری هاشم ندیده. همینجا ناگهان چهار کلون لوسیوس با خراب کردن دیوار به آستا و یونو حمله میکنن. لوسیوس بهشون میگه که فکر کردن که به همین راحتی میذاره برن، اما تو جوابش آستا لبخند همیشگیشو میزنه چون میدونه که میتونه شکستشون بده و بلک بول تنهایی نمیجنگه. چون ناگهان پورتالی سیاه باز میشه و یکی از کسایی که از داخلش بیرون میاد به آستا میگه که همیشه یک قدم ازشون جلوتره. بلک بول ها سکره، زورا، چارمی و فینرال همشون با قدرت ضد جادوی آستا از پورتال خارج میشن. تو همین لحظه گاوچ با بغل کردن خواهرش از ریل محافظت میکنه و با تعداد زیادی آینه ای که دارای قدرت ضد جادوی آستاس یکی از کلون ها رو محاصره میکنه. تو جای دیگه ونسا و گری از دخالت یک کلون دیگه در جنگ نوئل با مادر فرشته شده اش جلوگیری میکنن. گوردون هم خیلی باحال کنار شارلوت و ویلیام ظاهر میشه تا بهشون کمک کنه. خیلی جالبه که هر دوی گوردون و شارلوت کاراکترهای تلسپ شدهمون هستن. تو جنگ با کلون دیگه و مورگان این دفعه یامی داره با کمک خواهرش ایچیکا و معاونش ناک میجنگه. هنری با گاوی بزرگ یکی از فرشته ها رو میکشه و کلون دیگه ای از لوسیوس رو له میکنه. قدرت آستا درست مثل یوناتو کل پادشاهی پخش شده و باعث شده که اعضای بلک بول با قوی ترین شکل ممکن بجنگن و خیال آستا و یونو رو بابت بقیه جاها راحت کردن. لاک و مگنا که قدرت ضد جادوشون بعد از زدن یکی از کلون های لوسیوس تموم شده بقیه رو تشویق میکنن تا برن و جهان رو نجات بدن. لوسیوس با احساس دو موجود قدرتمند چشماش باز میشه. آخرین و بزرگترین جنگ تاریخ بلک کلاور خیلی نزدیکه چون این دو موجود آستا و یونو هستن که دارن به طرف لوسیوس اصلی میرن و با قبول کردن حرفای مگنا و لاک میگن که حتما لوسیوس رو شکست میدن. از اینجا میریم به میدان نبرد دیگه ای که اعضای گروه شیرهای کریمزونی با مردنشون همه چی رو به کاپیتانشون مره و لئونا میسپارن. در حالی که لئونای آتشی به سمت موریس حمله میکنه، همرزماش تو
آتیش میسوزن. موریس پالادین شده از مردن همرزمای لئونا خوشحال میشه و میخنده. وقتی لئونا میره تا حملهشو عملی کنه، موریس حمله بعدیشو آماده میکنه و میخواد به قوی ترین عضو خانواده اشراف زاده ورملیان یاد بده که چطور از سپر انسانی استفاده کنه، که اینجا با جادوی زمینی ارتش احمقای مقدس آدمکایی رو از داخل زمین بیرون میکشه و باهاشون به لئونا حمله میکنه. لئونا با ایجاد حرارتی وحشتناک همه آدمکا رو خاکستر میکنه، اما این آدمکا متوقف نمیشن و با ترمیم شدن بدنشون به حملهشون ادامه میدن. لئونا با دیدن این وضعیت متوجه میشه که موریس از دومین شکل جادوش استفاده کرده و آدمهاش میتونن به صورت بی‌نهایت خودشون رو ترمیم کنن. موریس به بی‌نتیجه بودن تلاشهای لئونا میخنده و با لئونا برای فدا کردن همرزمش برای رسیدن به هدفش همدردی میکنه. میدان نبرد پر شده از جسدهای در حال سوختن. دانشمند دیوانه اشاره میکنه که اهمیت دادن به اصولهای اخلاقی تلف کردن وقت و کسایی که دنبال چنین چیزی میرن به اهدافشون نمیرسن. برای همین بهتره که موش آزمایشگاهی اون بشن و باعث کشف جادوی جدید بشن تا حداقل پایانی معنادار داشته باشن. ولی هر چقدر که موریس آدم تو آزمایشاش میکشه، نمیتونه از قوانین و منطقهای جهان فراتر بره. اما بازم به آزمایشاش ادامه داد و آخر نتیجه گرفت. موریس با خوشحالی توضیح میده که خدا انتخابش کرده و با قدرتی که از خدا گرفته میتونه از دانش و قدرتاش نهایت استفاده رو بکنه. این قدرت میتونه همه چی رو نابود کنه و زندگی ایجاد کنه. از این رو تمام روسایی که سر گرفتن این قدرت صرف کرده بی نتیجه نمونده. اینجا آدمک های گلی آخر به هدفشون که لئونا باشه میرسن. لئونا سعی میکنه که قوی باشه و درد بدنشو تحمل کنه، ولی زخماش اونقدر عمیقن که بدنش شروع به از هم فرو پاشیدن میکنه. این وضعیت لئونا رو یاد اتفاقی که تو جنگش با لوسیفر رو افتاد میندازه. موریس دلیل زخما و ناتوانایی لئونا رو محدودیت انسانها میدونه، برای همین میخواد با انجام نقشه لوسیوس به چیزی فراتر از انسانها تکامل پیدا کنن. لئونا با شنیدن کلمه محدودیت با خودش فکر میکنه که محدودیتش کجاست. میریم به فلشبکی که لئونای جوون پیش کسی میره که قرار بود حریف تمرینیش باشه، ولی این ترسو از ترس قدرت لئونا آسیب دیدنش نمیخواد که باهاش بجنگه. حتی بدون کتاب جادوی گریمورد، لئونا اونقدر قوی بود که برای شوالیه های جادو سخت بود که باهاش مقابله کنن. هم تیمیهاش فقط با حضورش از ترس خودشونو خیس میکردن و پیش خودشون میگفتن که لئونا نمیدونه که چطوری جلوی قدرتشو بگیره. به عنوان یه جادوگر معمولی جنگیدن با اشراف زاده فوق العاده غیر منطقی به نظر میومد. همه فکر میکردن که لئونا حتی بدون تمرین هم قدرتمند میشه. برای همین فکر میکردن که داره تمرین کردن رو بهونه میگیره تا دیگرانو اذیت کنه. لئونای جوون همه حرفاشونو میشنوه و قبول میکنه که کسی نمیتونه باهاش مقابله کنه و به این پی میبره که موندن تو جهان آدمها جلوی پیشرفتش رو میگیره، چون حتی تو تنهایی هم میتونه قوی تر بشه. لئونا به بدترین و خطرناکترین جاهای جادویی رفت و این باعث میشه که خودشو مجبور کنه تا مرز محدودیت انسانها رو پیدا کنه، و به خاطر همین بود که تونست چالش‌های بزرگی رو مثل کشتن شیطان‌های باستانی و لوسیفر رو انجام بده. لئونا میدونست که به رد کردن مرز محدودیت انسانی خیلی نزدیکه، ولی هر انسانی فقط تا حدی میتونه تنهایی پیش بره. اما اینجا ناگهان دست جادویی همرزمشو حس میکنه و یادش میاد که شیرهای کریمزونی ازش خواهش کردن که باهاشون تمرین کنه. حتی با تمرینات سخت و شدید از وفاداری همرزمش کم نشد و ازش میخواستن بیشتر تمرینشون بده و به استراحت نیازی نداشتن. اونا خوب میدونستن که هیچ وقت نمیتونن به لئونا برسن، ولی با این وجود ازش میخواستن که بذاره دنبالش کنن تا اینطوری دنبال روی قدرتش باشن. تو زمان حال برادر کوچیکترش کنارش میاد تا بهش کمک کنه. فوگولیان با قدرت کامل اژدها فرشته ها رو کشته و از مردم محافظت کرده. خیلی دوست دارم که بدونم پری زمین چه شکلیه، چون ما پری آب، باد و آتش رو داریم و فقط زمین مونده که ندیدیم، و از طرف دیگه ای ما هنوز نمیدونیم که پدر آستا کیه و جد دورف چارمی کجاست، و با فصلی منتشر شدن مانگا باید خیلی بیشتر منتظر جواب هامون بمونیم. همینجا یک دفعه آتش تمام میدان نبرد و فرا میگیره و لئونا شروع به خنده میکنه. لئونا با چهره هیجان زده به برادرش میگه کی گفت که من منتظر تو بودم؟ کتاب جادویی گریمورش به قدرت گرفتنش واکنش نشون میده و با شعله‌ور کردن آتش
بدنش اشاره میکنه که اون همیشه محدودیتاشو میسوزونه. قدرت آتیشش در تمام میدان نبرد پخش میشه و شعله های پراکنده شروع به شکل گرفتن میکنن. برادرش و موریس از چیزی که میبینن شوکه میشن که اینجا لئونا با لبخندی بزرگ جادوی قدرتمندی رو انجام میده. قدرت نهایی جادوی آتیش اکسلشس لئونو. تمام اعضای گروه شیرهای کریمزونی به صورت ارواح آتشی به پا خواستن تا یه بار دیگه به کاپیتانشون وفاداریشون رو نشون بدن. موریس از دیدن این جادو شوکه میشه. اعضای شیرهای کریمزونی که مرده بودن باورشون نمیشه که دوباره زندن. فوگولیان به خواهرش افتخار میکنه. لئونا جلوی همشون وای میسته و میگه خب که چی که مردید؟ فکر کردید که میتونید روی کارتون بخوابید؟ و درست مثل زمانی که با هم تمرین میکردن لئونا بهشون دستور میده که حتی تو مرگ هم دنبالش کنن. همه شیرهای کریمزونی با چهره جدی از فرماندهشون اطاعت میکنن. لئونا با کنترل عالیش رو مانا و یاد گرفتن جادو در طبیعت این قدرت رو پیدا کرده که ارواح همرزماش رو به صورت مانا زنده کنه و خودش هم از محدودیت انسانی فراتر بره و بدنش تبدیل به مانا بشه. اینجا ارتش بزرگی از ارواح آتشی شروع به حرکت به سمت موریس میکنن تا با آدمک‌های گلیش بجنگن. هر کدوم از ارواح میتونن از قدرت‌های جادویی که موقع زنده بودنشون داشتن استفاده کنن و آدمک‌ها رو نابود کنن. موریس هنوز نمیتونه متوجه بشه که چطور روح آدم‌های مرده زنده شدن. لئونا با حمله به طرف موریس آدمک‌های گلیشو مسخره میکنه چون چیزی جز تکه‌های گل نیستن. اما موریس عقب نشینی نمیکنه و مطمئنه که حتی بدون آدمک‌ها میتونه جنگو ببره. مشت آتشی لئونا دستای خدای موریس رو خاکستر میکنه. موریس متوجه میشه که نمیتونه بدن لئونا رو از بین ببره چون بدنی وجود نداره تا از بین بره. به خاطر اینکه بدن لئونا کاملا تبدیل به مانا شده و درست مثل ققنوس میتونه از آتش دوباره زنده کردن استفاده کنه و از بدن معمولی که گوشت و پوسته فراتر بره. موریس به شدت از دیدن این قدرت عصبانی میشه چون این قدرت فراتر از دلیل و منطق باید دست کسایی مثل اون میشد که به قدرت خدایی رسیدن، نه دست یک آدم معمولی. در حالی که لئونا جوابشو میده و میگه که کسایی که جونشو به خاطرش فدا کردن بهش شکل روح آدمو یاد دادن، به موریس ضربه میزنه. ترمیم سریع بدن موریس نمیتونه با ضربه هایی که از لئونا میخوره برابری کنه و میگه انسان ذلیل، من توسط خدا انتخاب شدم. لئونا داد میزنه که هیچ اهمیتی به خدای اون نمیده، ولی از خود پالادینی مثل موریس میشه برای تکامل انسان ها استفاده کرد. شیر آتش قرآن با مشتای پشت سر هم موریس رو تیکه تیکه میکنه و بهش میگه این چیزی بود که خودت میخواستی، یعنی تکامل انسان ها به چیزی فراتر. بچه ها احتمال داره که تو چپتر بعد چنین بلایی رو آستو یونو سر لوسیوس بیارن، ولی من احتمالشو کم میدونم چون تاباتا سنسه هر سه ماه چپتر منتشر میکنه و باید ببینیم که چی میشه. به نظرتون داستان تو چپتر آینده چطوری پیش میره و تو کامنت ها بگید و روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش. و دوستتون دارم و شما رو توی ویدیوی بعدی خواهم دید. آیرو گنگ بدرود.